فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبر و بر ماهواره نایل ست پیامبر و علم غیب. حالا من ثابت میکنم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عالم بود به این امور و علم غیب داشت. چطور رسول خدا صلی الله علیه و سلم علم غیب داشت؟ دوستان عزیز، اولا در سوره مبارکه جن آیه 26 و 27 بسم الله الرحمن الرحیم: عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. که خداوند متعال عالم غیب هست. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. پروردگار عالم عالم غیب هست و با علم غیب خود کسی را آگاه نمی سازد مگر رسولی که اون رسول مورد رضای خدا باشه. الا من ارتضى من رسول، رسولی باشه که اون رسول این صفت را داشته باشه که مرتضا باشه، مورد رضای خدا باشه، خدا او را آگاه می‌سازد به علم غیب خود. خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشرف تمام انبیا هست، در این شکی نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اگر مرتضا نیست از بین انبیا، پس چه کس کدام پیغمبری هست؟ بینندگان گرامی، این آخوند رافضی برای اثبات عقیده پوچ و بی اساس خود در تفسیر آیات قرآن مرتکب تلبیس شده و عوام فریبی می نماید و سعی می کند تا علم غیب مطلق را که مختص الله متعال است برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اثبات نماید. البته هر کسی که اندکی آگاهی از قرآن کریم داشته باشد درک می کند که این امر در تضاد صریح با آیات قرآن است. الله متعال به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم خطاب نموده و می‌فرماید: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب. بگو نمیگویم گنج‌ها و خزانه‌های الله نزد من است و من غیب نمی‌دانم. و می‌فرماید: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بگو من برای خودم مالک هیچ نفع و ضرری نیستم مگر آنچه الله بخواهد، و اگر غیب می‌دانستم سود بسیاری برای خودم فراهم می‌ساختم و هیچ زیانی به من نمی‌رسید. و از تمام موجودات زمین و آسمان علم غیب را نفی نموده می فرماید: قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله وما بگو جز الله هیچ یک از موجودات آسمان ها و زمین غیب نمی داند و نمی دانند چه زمانی برانگیخته می شوند. قرآن کریم دلالت صریح دارد که غیب مطلق ویژه الله متعال است، اما پیامبرانش علیهم السلام را از برخی از غیبیات مطلع می سازد، چنانکه آیات سوره جن بر آن دلالت می کند. عالم الغیب فلا یظهر علی إلا من ارتضى من رسول. الله علم غیب را می داند و هیچ کس را از غیبش آگاه نمی سازد مگر کسانی از پیامبران که بخواهد، یعنی الله متعال به هر یکی از پیامبرانش بخواهد چیزهایی از غیب را اطلاع می دهد. اگر پیامبران از تمامی مسائل غیب آگاهی می داشتند، چرا یعقوب از وضعیت یوسف علیه السلام آگاهی نداشت؟ و چرا محمد صلی الله علیه و آله و سلم در غزوه احد از حمله غافلگیرانه دشمن خبر نداشت؟ و چرا 70 نفر از یاران خود را که حافظان قرآن بودند با قبایل رعل و زکوان فرستاد تا در بئر معونه به شهادت برسند؟